خدمت گل روی ماه تمام شما بیننده های عزیز از هر جایی که بیننده ما هستین، امیدوارم خوب و صحتمند و سرحال باشین و بیننده برنامه خودتان برنامه امشب باشین. یلدا علی با رامین اسلمی جمعی از همکاران دوستان عزیزان و مهمان خدمت شما هستیم تا یک برنامه عالی را امشب هم تقدیم شما کنیم و موضوعی جالبی که امشب انتخاب کردیم. پس لطف کنین تا پایان برنامه ما را همراهی کنین و امیدوار هستم که تنهای ما نمانید. دقیقاً. سلام به خودت یلدا جان، سلام به تمام بیننده های خوب ما که نشستن پای تلویزیون هایشان و برنامه امشب را بیننده هستن. همون قسمی که شما میدونین، موضوعاتی که ما و یلدا جان در برنامه میگیریم بیشتر اجتماعی است. موضوعاتی است که روزانه ما با اونا حتما سر و کار داریم. کارتون دیدن و تماشای کارتون مربوط اطفال نمیشه و خیلی از بزرگسالان هستند که علاقمند به تماشای کارتون های مختلف هستند. اینکه چه مزایایی داره، چقدر خوب است ما کارتون ببینیم، چقدر پیام را میتونه انتقال بده و بعض موضوعات دیگر مهمان داریم و انشاءالله در لابلای برنامه صحبت خواهیم کرد. بله، مهمانان عزیزی امشب خواهد داشتیم که در این رابطه صحبت میکنیم که آیا واقعا کارتون فقط برای اطفال هست و اگر برای اطفال هست پس چرا بعضی کارتون ها از ذهنیت یک طفل بلند میباشه و فقط یک بزرگسال میتونه او رو درک کنه. به هر حالش مهمان اول مهمان رامین جان هست. پس بله. من پای صحبت های شما میشینم و شما رو فعلا تنها میمونم. خیلی خوب، در لابلای برنامه حتما یلدا جان با مهمانش هم دنبال خواهیم کرد. جناب سید عابد حجت مهمان برنامه ما هست، شخصی است که کارتون می سازد، سازنده ای کارتون ها. سلام، وقتت بخیر. سلام. خوب هستین؟ شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید. بفرمایید. خوب هستین انشالله؟ خیلی خوش آمدین به برنامه. اگر سلام علیکی هست بفرمایید. سلام و عرض ادب خدمت شما و کارمندان تلویزیون جهانی طلوع و همچنین تمام مردم در داخل و خارج از کشور. قربانتان، سلامت باشین. خیلی خوشحال هستم از اینکه در استودیو با من هستی. امشب موضوع ما در رابطه با کارتون و تماشای کارتون هاست. خودت از جمله کسایی هستی که سر و کارت با ساختن انیمیشن و کارتون و موشن گرافیک است. چه لذتی داره زمانی که میسازی، چقدر سختی ها رو متحمل میشی و چقدر لذت بخش هستی کار برات؟ هر کاری که به او علاقه باشه بله. همیشه مسلما که لذت او هست. ولی اگر او کار تو یک چیز باشه که خودت میخوای یک پروژه داشته باشی و او رو جور کنی مطابق با همو ایده خودت و کل چیز مربوط خودت باشه در ساخت او پروژه، شاید اکثرا او رو قبول نکنم و بیشتر چیز باشه که مربوط خودت باشه. اما این لذتش بیشتر است تا ای که ما بخوایم هنر رو در عرصه بزنس ببریم و بخوایم پروژه‌ای کار کنیم. حالا اگه بخوایم یا نخوایم، حتی در پیام‌های بازرگانی هم ما زیاد دیدیم در این اواخر که از ویدیوها زیاد استفاده نمیشه، از اشخاص مثلا بیاین تبلیغات بکنن کمتر استفاده میشن، بیشتر از گرافیک و کارهای کارتونی و ساختن و چون اکثرا بیشتر به این توجه میکنن و این بیشتر جذابتر است. در دنیای گرافیک کارهایی را ما میتونیم کنیم که در دنیای واقعی نمیشه انجام داد. به مو خاطر ما هر ایده که بخوایم، هر تصویری که بخوایم، هر صدایی که بخوایم میتونیم تولید کنیم و اینا رو پلو در پلو قرار بدیم و هر لحظه بتونیم بیننده و مخاطب خود ما رو جذابتر کنیم این برنامه. دقیقاً. خودت هم کارتون دوست داری؟ میبینی در وقتایی که بیکار هستی یا نی؟ من بیشتر فیلم های شارت فیلم میبینم و ولی بیشتر سریال میبینم. برعکس. سریال که مربوط کارتون باشه برعکس. یا نه سریال های واقعی، سریال های ریالیستیک حقیقی. از کارتون دور هستی؟ کارتون دوست نداری؟ کارتون میبینم، یگان شارت فیلم ها رو میبینم اون وقتی که یگان اکران شب بعضی در اوایل سال از یک سری شرکت ها مسابقه دارن، فستیوال دارن، باز یگان شارت فیلم هایشون رو میبینم فقط. بله. چقدر میتونه پیام زودتر برسانه؟ اگر بخوایم مشخصا روی کارتون صحبت کنیم، بیشتر مخاطبینش اطفال است اما بزرگسالان هم میبینن، چقدر میتونه پیام زود برسانه به اطفال و طفلکایی که کارتون دوست دارن میشینن پای تلویزیون کارتون میبینن، یک چیز مثبت یاد بگیرن از طریق کارتون؟ خب اطور است که سوال اگر ما بخوایم از دید یک انیماتور این بگویم کمه که باید کشیده تر یکم توضیح مسلکی تر میخواییم بس کنیم. یک شرکت است به نام شرکت والت دیزنی، دو تا انیماتور است در اونجا کار میکنن، تا زیاد انیماتور داشت خود ای دو تا بسیار مشهور بودن. خب اولیش اولی جانسون بود و دومیش فرانک توماس. خب ای دو تا تا یک مدت تا مدت 30 سال در اونجا کار کردن.
در وال دیزنی انیماتور بودن. هر تجربه که کردن اینا هم در تصویر کشیدن، هم او رو نوشته کردن، هم در تصویر کشیدن، هم نوشته کردن، تا ای که بعد از 30 سال در سال 1981 محققا و کسایی که علاقه داشتن بسیار در کار از اینا، اونا شروع کردن درباره نوشته های اینا تحقیقات کردن و ببینن که چی چیزای اینا نوشته کردن، از تجربیاتشان استفاده کنن. این تجربیات را کلشان از سر هم کردن و در کتاب در آوردن که او کتاب به نام توهم زندگی است. بر اساس همین کارتونایی بود که ساخته شد. توهم زندگی است که داخل این کتاب 12 تا قانون است. کل انیمیشن سازی خلاصه میشه به 12 قانون انیمیشن سازی. که در این نوعیت رفت آمد کاراکتر، تایمینگش، به حساب جذاب بودنش، نوع مدلینگش، ما اگر بخوایم مطابق هر کدام از این قوانین یک تصویر را در حرکت بکشیم، این جذاب است. ولی اگر بیرون از این قوانین ما یک، مثلا من میخوایم امروز مثلا مذاقم بشه که یک ملاقه در فرق یکی بزنم، اون ملاقه را که من بزنم این دنیای واقعی استاتیک است. من وقت زدم وقتی که یک نفر ببینه او را فقط شاید خنده کنه فقط اما قد ببینه، ذهنش نخنده، خودش نخنده. ولی وقتی که ما اگزاجوریشن که یکی از قوانین ای 12 قانون انیمیشن است، بله، که اغراق است، ای ما اغراق داشته باشم، زیاده روی میشه، خودم کش کنم، خودم دارم واسه شو، هم فرق از اون نشانه بگیرم، هم بزنم، این باعث میشه که ناخودآگاه مخاطب خنده کنه. پس ما نتیجه میگیریم که هر چیزی که مطابق با این قوانین ساخته شوه جذاب است و خنده دار است و گیراست. خیلی عالی است. چندین بود داره. اگر ما بخوایم در روی ساختار یک کارتون صحبت بکنیم، از صدایش گرفته تا کاراکترهایی که انتخاب میشه تا نوعیت همو ساختار کارتون، همه اینا میتونن دست به دست همدیگه بدن تا یک کارتون بسیار جذاب بسازه. کدامش زیاد مهم است؟ روی صدا بیشتر باید فوکس توجه شوه یا روی همو ساختار نوعیت خود کارتون؟ خب اون قسمی که در ما ابتدا گفتیم، کل اینا در کنار هم باید قرار بگیرن. هر کدام اینا یک دیزاینر دارن، ساوند دیزاینر، موشن دیزاینر، کاراکتر دیزاینر، انوایرمنت دیزاینر، حتی لایت دیزاینر. اینا کلشان کارتون هم لایت دیزاینر داره. کسایی که مپ جور میکنن، مپ که قرار است این کامرا از کجا تا کجا حرکت کنه، در صحنه‌ای که سبودی باشه و صحنه‌ای که پرسپکتیو داشته باشه، بله، اونا اکثرا لایت باید دو استفاده شوه. مثل برنامه‌ی تونبوم است که در او لایت کلن مثل محیط واقعی زندگی ما ساخته شده، تون بوم، ولی تودیست و کارتونیست، دو بودیست بله، در داخل از او سافتویر همه این چیزها گنجانده شده. دیگه به خاطر یک کارتون چند دقیقه وقت ضرورت است؟ دقیقه بگویم، ساعت بگویم، روز بگویم؟ یک کارتونی که به طور مثال اگر 5 دقیقه باشه، چقدر زمان میبره تا خودت بشینی دانه دانه کار بکنی روی صدایش، روی حرکتایش؟ بعد از اینکه ما ایده و اینا رو خلاص کردیم، یعنی وقت پروداکشن، ایده هاش که مطمئنن که یک زمان طولانی رو میگیره تا طرحش رو فکر کنیم. خب اصل گپ که پیش میاد ایست که ما باید کاراکتر دیزاین کنیم برش، کاراکترهای اصل یا کاراکتر یا آبجکت، اینا رو ما باید طور دیزاین کنیم که در آینده قابلیت بروز رسانی اپدیت شون. مثلا یک کاراکتر رو جور میکنیم، این قرار است 20 ساله شوه، این قرار است 30 ساله شوه، یعنی بتونیم راحت در آینده تغییرات بیاریم، این قرار است اولاد دار شوه، این قرار است ازدواج کنه، این قرار است، ما باید همون رقم پیش ببریم اینا رو. مثلا یک سرک رو جور کنیم که این قرار است سبا روزی قیر شوه و تغییرات بیاید، یکان ساختمان ها اینجا بیاید، ما حتی باید چشم انداخت بسیار دور داشته باشیم نسبت به ساختش. و از نظر روانی، مثلا ما کاراکتر چاق بخوایم بیاریم، خویی از نظر روانی در جامعه نه، مثلا شاید در جامعه یک کاراکتر چاق باشه، ولی او چیزی که ما در انیمیشن داریم او با این فرق میکنه. یک ذره زیاد روی میکنین به خاطر جذابیت کار بیشتر شوه. چند روز، این رو به من نگفتین، چند روز یا چند ماه طول میکشه؟ سوال اینقدر سخت است. خب اگه یک چیز تقریبی بگوین به ما، به خاطر که من میخوایم این سخت‌ترین سوال است. همیشه رئیس ها کلاینت ها همه پرسیم چند روز. فقط بگو چند روز. به خاطر دیزاینش 30 روز.
فقط دیزاینش یک ماه. دیزاین سیر الانم بسیار کم گفتم، به شرط که تیم ما کلا تیم خوب باشه، و چون پشت پشت چنجس میاد، تغییرات اومده میره، تغییرات ای دیولپ شده میره. ما شاید در یک روز یا در دو روز کل پیلات بزنیم، کلا مو طرح خلاص کنیم. بله. ولی خب بعد از اون چنجس میاد، دیولپ میشه تا اینکه دمو مرحله اصلی برسه. پس 5 دقیقه کارتون یک ماه زحمت میکشین تا اینکه دیزاینش بکنین. بله. و مخاطب فقط میشینه بعد از 5 دقیقه که کارتون دید میای قضاوت میکنه، میگه نه این قسمتش جالب نبود، این قسمتش جالب نبود. شاید با این موارد زیاد آشنا شده باشی، دیده باشی خودت. ولی خب حالا تجربه کردیم، حالا خب ما اون تجربیات دیگه پشت سر گذاشتیم. پیش از اینکه ما یک کارتون بسازیم، ما حتی از یک طفل خردم مثلا نشان میتیم، میگیم به نظر چطور است، یا مثلا یک آدمی که بزرگ سال است به اون نشان میتیم، به کسی که اصلا فیلدش مسلکش دیگه نمیخوره نشان میتیم نظر چی است، انواع و اقسام چی برداشت داره نظر میتیم. بله، پرسان میکنیم که به مخاطر که سوا مثلا انتقاداتی که میشه. بله. اون نقدا چیزایی باشه که ما پیش از پیش فکرش میکنیم. خیلی خوب، خیلی خوب. پلان داری که در آینده کارتون بسازی خودت، کارتونایی که زیاد مشهور شوه و همگی طرفدار شوه و ببینه؟ خیلی کوتاه جواب بده. پلان داریم، پلانم داشتیم و پلانم عملی کردیم. خب متاسفانه یک سری شرایط اومد، تحولات اومد که نشد ادامه بدیم. پس منتظر باشیم دیگه انشالله. خیلی خوب. من دوست دارم که همین کارتونا رو من ببینم، اولین نفر باشم که ببینم، و جای انشالله. خوشبختی است که در کشور خود ما کارتون ساخته شد مطابق فرهنگ ما، مطابق همو روزمرگی، یعنی کارهایی که روزمره در کشور ما اتفاق میفته، اون رو بیاییم از طریق کارتون به تصویر بکشیم. خیلی تشکر از اینکه مهمان برنامه ما بودین، خوشحال شدم. قربانتان، شبتان خوش. رفت آمد کوتاهی داریم، در ادامه همراهیتان رو میخواییم با ما همراه باشیم. به ادامه برنامه امشب خوش آمدین، و امیدوار هستم از موضوعاتی را که ما در برنامه امشب میگیریم ببینین، لذت ببرین، در زندگیتان هم استفاده بکنین. یلدا جان، در بخش کارتون هستیم، چی گپ هاست در این بخش؟ گپ ها از این قرار است در بخش کارتون که 80 سال از ساخت کارتون تام و جیری یا موش و پشک میگذره، و جمله از جمله کارتون هایی است که در تمام جهان محبوبیت خاص خودش را داره، و نگفته نمانه که بیل هانا و جو باربارا از سازندگان اصلی کارتونی تام و جیری بودند که در سال 1940 اولین قسمتی کارتون ساختن. اما حقایقی که در مورد تام و جیری وجود داره هست که سازندگان تام و جیری یعنی هانا و باربارا به خاطر ساخت این کارتون برنده 7 جایزه اسکار شدن، و یکی از انتقادهایی که به تام و جیری شده بود این بود که وجود ارجاعات نژادپرستانه در این کارتون بیشتر وجود داره، و از جمله انتقادهای دیگه ای که به تام و جیری شده بود این بود که گفته بودن اشاعه خشونت و کشت و کشتار در این کارتون بیش از حد هست، و در قرن 19 میلادی تام و جیری صفتی بود که به آشوبگران اطلاق می شد. و در مورد این کارتون یک چیز جالبی هست که وقتی این کارتون رو می بینی رامین، دقیقا نمیفهمی که کدامش مقصر هست. خب یلدا، فکر میکنی کدامش زیادتر مقصر بود، کدامش زیاد آزار میداد دیگه خدا؟ من فکر میکنم جیری همیشه مقصر بود، تام بیچاره هم مورد ظلم واقع شده بود یک رقم. اما موشک بسیار شوخ معلوم میشد در این قسمت. بله، من از خوردی از همون اولی که مثلا من تام و جیری رو میدیدم، من طرفدار تام بودم به هر حالش. یعنی تو علاقه داشتی که گیرش کنه یک روز، حتما گیرش کنه، جزایش رو بده بخوریش. به هر حالش، و در اکثر مواقع جیری پیروز میدان میشد، و دلیلش هم مشخص نبود چرا انتخاب کرده بودن که یک موش یا یک جیری همیشه برنده میدان باشه. در سال 1975 سری های جدیدی از این کارتون وقتی که ساخته شد، اینا تام و جیری با هم دیگه رفیق میشن، مثلا میرن دور دنیا رو برای یک چکر زدن شروع میکنن. اما خب متاسفانه این قسمت یا این سری از این کارتون تام و جیری مورد استقبال زیاد واقع نشد. همون قسمت هایش که بیشتر خشونت داشت کار گرفته شده بود، مردم اون رو بیشتر دوست داشتن. و حال هم بریم یک ویدیوی از تام و جیری ببینیم، اولین کارتون تام و جیری که ساخته شده بود، یعنی اولین قسمتش را بریم یک کوتاه با هم ببینیم. بله، این قسمتش را من اصلا دوستم نداشتم، اما خب این اولین قسمتی از تام و جیری بود که هانا و باربارا ساخته بودن. این قدیمی ترینش همین هست. قدیمی ترینش و اولین قسمتش دیگه همین هست. و بریم روی کارتون دومی. 20 سال از کارتون
باب اسفنجی میگذره. یک کارتون پر مخاطب هست و مثل کارتون تام و جری در خیلی از کشورها پخش شده و خیلی ها هم دوستش دارن. و در رابطه با باب اسفنجی یک تئوری وجود داره که 7 کرکتر اصلی این کارتون بر اساس 7 گناه اصلی که در کتاب انجیل ذکر شده ساخته شدن. همون قسمی که دوستان تصاویرش هم میبینن، باب اسفنجی به معنی هوس است، آقای خرچنگ به معنی حرص و طمع، اختاپوس به معنی خشم، پاتریک تنبلی هست و سنجاب که به نام سندی هست در این کارتون به معنی تکبر و خودشیفتگی هست، گری یا همون حلزون باب اسفنجی به معنی شکم پرستی هست و آخرین موردش پلانکتون یعنی حسادت. به هر حالش یک مجموعه کارتونی بسیار دوست داشتنی بود. یک تئوری هست در موردش که این 7 کرکتر اصلی این کارتون بر اساس همون 7 گناهی که در کتاب انجیل ذکر شده ساخته شدن، مخاطبای بسیار زیادی در سراسر دنیا داره و من خودم یکی از علاقمندای سرسخت باب اسفنجی هستم. خب میشه از هر کدامشان پیام گرفت، یعنی مثلا اگر او زیاد ارث و طمع داره همون رو ما نداشته باشیم. میگه خب به همین خاطر گفته که بر اساس 7 گناهی که در کتاب انجیل ذکر شده، یعنی خب حسادت یک گناه هست، شکم پرستی یک گناه هست و خودشیفتگی یا مغرور بودن یک گناه هست. و اگر بیایم روی کارتون سومی، بله، سومین کارتون ما کارتونی هست که همه دخترهایی که در دنیا هستن او را دوست دارن، دیدن. بیشتر زنانه‌ای است. بله. از چی وقت دوباره گفته کارتون ها دختران هم پسران هست؟ بخاطر که من بیشتر پسرها رو دیدم که یا ورزشی دوست داشتن، مثلا من خودم عاشق کارتونایی بودم که یا فوتبال درش بوده یا ورزش ها زیاد استفاده شده درش، حرکات هم تانستم ازش یاد بگیرم، تشویق کرده اطفال حتی بر ورزش کردن. دیگه باسی کارتونا بیشتر داستانی و نمیفهمم عاشقانه و این مجموعه کارتون ها رو بیشتر دختر خانم ها زیاد میبینن. نه، ما دختر خانم هایی هم داریم که کارتون های ورزشی هم زیاد دوست دارن، یا پسر هایی داریم که کارتون هایی که دختران میبینن را هم دوست دارن. به هر حالش این ذهنیت خود ما هست که ببینیم به کدام طرف میره. این سومین کارتون، کارتون باربی هست. و تا به حال فکر کردین که اسم باربی از کجا آمده؟ باربی نام خلاصه شده باربارا دختر رئیس کمپانی متل بود که اولش سامان بازی و عروسک های تولید میکرد به نام باربی. بعدش در سال 2001 اولین کارتون یا انیمیشن باربی را وارد بازار کرد که دوستا هم اولین ویدیوشه میریم با هم میبینیم یا اولین قسمت همو باربی را. بله، این هم باربی با فندق شکن همه قسم فکر کنم نامش بود، اولین قسمتی از باربی بود که ساخته شد و خودم هم اولین قسمتش را دیده بودم. نمیفهمم، شاید 6 ساله بوده باشم که دیده بودم. یعنی جذابیت داشت برات؟ جالب بود برات تماشایش یعنی؟ بسیار زیاد. و تایمش یادم از ساعت 4 بجه نشر میشد در تلویزیون. دقیقا یادم نیست که کدام کانال نشرش میکرد. من ساعت 4 بجه تمام کارخانگی خود باید انجام میدادم، همه کارا باید خلاص میشد و پیش تلویزیون منتظر ساعت 4، ساعت 4 من باید باربی میدیدم. یلا جان، یک کارتون است که زیاد کلمه میک میک استفاده میکنه. میک ریز از یاد فرار و تقیب و گریز است. او کارتون دیدی؟ آه بله، او هم بسیار پر مخاطب است. او کارتون هم بسیار پر مخاطب است و یک نکته بسیار جالب در رابطه با او کارتون، هیچ وقت نمیتونست پیدایش بکنه یا گیرش بندازه، گیرش کنه. پسر دیوید بکام، یکی از فوتبالیست های مطرح دنیای فوتبال است، گریه کرد یک روز در خانه، گفت که چرا این نمیتونه گیرش بکنه. دیوید بکام تماس میگیره به سازنده ای کارتون و یک مبلغ بسیار زیاد را به سازنده ای کارتون میده، میگه قسمت آخر ای کارتون را بساز. قسمت آخر طور باید باشه که گیرش بندازه و بخوره. خب این ساخته شد؟ همین پرنده را باید گیر بندازه و بخوره. و جالب اینجاست که ساختش، این کارتون ساخته شد و قسمت آخرش هم همگی دید و این سری از کارتون ها هم به پایان رسید. نه آخرین قسمتش بود. من بسیار کنجکاو شدم چون من یک قسمت خیلی ندیدیم. من حتما پس باید این قسمت را ببینم. بم میمونه او قسمت که پرنده میای از یک کجگردی میخواد دور بخوره، بم انفجار میکنه، در آسمان میره، پس پخته شده در زمین میفته و میگیره نوش جان میکنه. قسمت آخرش بود. بله، کودک درون رامیجان اسلمی هم بسیار شدید فعال هست و آخرین قسمت میگیره هم رفته دیده. من هم باید ببینم چون کنجکاو شدم. به هر حال دوستای عزیز، فعلا یک رفت و برگشت کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم با باقی برنامه امشب ما باشید.
دوباره خوش آمدین بیننده های عزیز. شما بیننده برنامه امشب از تلویزیون جهانی طلوع هستین و تشکر که وقتتون را برای ما دادین. در این بخش برنامه مهمان ما خانم راحیل رؤوفی هست و روانشناس هستن. بیشتر همراهشون صحبت خواهد کردیم. شبتان بخیر. شب شما هم بخیر یلدا عزیز و همه بیننده هایی که اکنون بیننده برنامه تان هستن. تشکر میکنم. سلامت باشین. همون قسمی که موضوع برنامه ما معلوم هست کارتون یا انیمیشن هست. خودتان کارتون میبینین؟ بله. خب آخرین کارتونی که دیدین چی وقت بوده و چی دیدین؟ آخرین کارتونی که ما تماشا کردیم دختر موطلایی بود. دیگه یادم نیست که چقدر. خب یعنی بسیار وقت ازش تیر میشه؟ فکر نکنم، شاید یک تقریبا یک 3 ماه 4 ماه پیش. خب 3 4 ماه بازم زمان زیادی میشه دیگه. بله. یک موضوعی هست در بین مردم میگن که کارتون یا انیمیشن برای کودکانه. خب به نظر من بسیار یک جمله بی‌معنی هست، اما به هر حال هر کسی نظر خودش را داره. به نظر شما چطوره؟ واقعا کارتون یا انیمیشن فقط برای کودک است؟ نه خیر، نه تنها بر کودکان نمیتونه باشه، چون بعضی موارد داره که آموزشی میتونه همه افراد از او بهره ببرن، اما در کل میتونیم چون تاثیر بسیار زیاد روی اطفال داره، خصوصا در بخش ذهنیشان، در بخش رفتارشان، در بخش فعالیتهاشان، پس از او خاطر بیشتر روی کودکان تمرکز شده. پس چرا یک فرد بزرگسال میای کارتون میبینه؟ بله، چون به خاطر از اینکه هم اطفال هم بزرگسالا نظر به یک انسانها را به شکلهای عجیب و غریب و بسیار جالب جور کردن، حتی محیط رنگهای مختلف استفاده شده و صداها و میزیکهای مختلف، چون دلچسب است و به خاطر از اینکه یک منبع بسیار سرگرمی خوب است بر هم بر اطفال و هم بر بزرگسالا، از او خاطر توجه بیشترین افراد جلب میکنه. و یک دلیل دیگه هم هست خانم راحیل و دوستای عزیزی، ای که همه ما در وجود خود یک کودک درون داریم. بله. و کودک درون ما نیاز به این داره که همیشه شاد و سرزنده باشه و کارتون همه قسم شاد و سرزنده نگهش میداره. به نظر خودت خانم رؤوفی، کودک درونت فعلا چند سال است؟ کودک درون ما، اگر نظر به این که کودک خود فکر کنیم، اما کودک است که میتونه در هر مسائل سنینش فرق کنه. مثلا ما میتونیم که یک کودک که 1 ساله شوم، ما میتونیم یک کودک 5 ساله شوم، ما میتونیم یک کودک 4 ساله شوم. نظر به موضوعاتی که بر ما رخ میده، اما سنین کودکی ما هم فرق میکنه. من فکر میکنم چون در سمات کارتون ندیدین، کودک درونتان دیگه بزرگ شده. و هر حالش روی تاثیراتش صحبت کردیم برای کودکان که تاثیرات مثبت و منفی داره. خانم راحیل، اگر دقت کرده باشی، کارتون هایی که در این دهه‌های اخیر ساخته شده، بله، نسبت به کارتون هایی که در دهه‌های بسیار سابق ساخته میشد، خشونت های بیشتری داره. یعنی کارتون هایی است که بیشتر از جنگ و خشونت و ایگپا کار میگیرن، در حالی که کارتون های سابق نرمتر بود، ساده تر بود، روان تر بود، عشق و محبت بیشتری داخلش بود. بله، بله. پس این چه تاثیر میتونه روی کودک امروزی داشته باشه؟ درست است، و ما خودتان گفتین که اثرات میتونه مثبت داشته باشه، هم میتونه منفی داشته باشه. این بر میگرده به خانواده ها که چطور مدیریت کنن که اطفالشان کدام کارتونی ها را ببینن، و ما باید مدیریت کنیم، فامیل ها در اینجا باید مدیریت داشته باشن، چون تربیت اطفال تنها به رسانه ها نیست، یعنی رسانه ها مسئول از این نیستن که اطفال تربیت کنن. پس ما وقتی که یک طفل ما میشنه تلویزیون میبینه، پای تلویزیون نشسته و کارتون تماشا میکنه، خوب است که ما همچنان پلوش نشسته و کارتون تماشا کنیم، ببینیم که آیا نظر خود طفل به کارتون چی است، روی رفتار خود کودک ما تاثیر خوب گذاشته یا بد. اگر دیدیم تاثیر خشونت، تاثیر پرخوشگری را در کودک ما، اون وقت ما باید اجازه ندیم که کودک ما کارتون هایی را ببینن یا کارتون هایی را تماشا کنن که باعث میشه که در رفتارشان خشونت، پرخوشگری، حتی با اگر وحشت و ترس در کارتون ها باشه، میتونه که کابوس های شبانه به اطفال به وجود بیایه. و بسیار جالب است که کودکای امروزی بسیار زیاد علاقمند همه قسم کارتون ها یا انیمیشن ها هستند. بله. که خشونت یا پرخاشگری بیشتر در اون موج میزنه. یعنی من فکر میکنم اون کارتونی که در وقت ما خودت بوده راحیل جان، اگه بله، او رو فعلا بیاییم برای اینا پلی کنیم، شاید اصلا نبینن. بله، چون علاقمندی هستن، میگه کارتون باشه باید داخلش جنگ باشه، زد و خورد باشه.
بله، وای برمیگرده، من پیشترم براتون گفتم که برمیگرده به خانواده ها که چطور میتونن مدیریت کنن، چون اگه یک طفله که میبینن که خشونت پرخوشگری در رفتارش با وجود میایه، باید نمانن که به جایش میتونن که کتاب های بخرن که دو مثلا تصاویر بسیار خوب باشه، تصاویر جذاب باشه، میتونن به تفریح و سرگرمی های دیگر مصروف کنن اطفالشان. و ای که شما گفتین که خوش دارن که زیادتر بخش پرخوشگری زد و خورد اینها را ببینن، پس نگذاریم برشان محدود بسازیم در مورد کارتون هایی که ما خود ما در نظر داریم، در مورد از او برشان معلومات بدیم، برشان انگیزه بدیم که بیا امروز این کارتونی را ببی، از دسترسشان دور نگهداری کنیم. دقیقا به عنوان یک بزرگ سال وقتی فعلا کارتون میبینین، تا به حال به این فکر کردین که هدف سازنده این کارتون چی بوده؟ یا فقط به عنوان سرگرمی ساخته شه؟ نه خیر، ما متوجه شدیم چون بعضی کارتونی ها هستند که مثلا در بخش یادگیری زبان ها بسیار کمک میکنن، که مثلا زبان های اردو، هندی، هر زبان را که خواسته باشن یاد بگیرن. و حالا کورس ها بیشتر مکاتب خصوصی کوشش به این دارن که چون اطفال از طریق بصری بسیار زود یاد میگیرن، کوشش کردیم که بسته های آموزشی را به قسم کارتون ها و اطفال ارائه کنن. من یاد یک موضوع افتادم که در صفحات مجازی بسیار زیاد دست به دست میشد بیننده های عزیز، در رابطه با کارتونی باربی بود. فکر کنم کمپانی دیزنی لند می ساخت و مشکلش ای بود تمام کارتونی هایی که دیزنی لند می ساخت ای بود که تمامشان منتظر یک شاهزاده بودن که بیاین نجاتشان بتن. و جالبتر ای بود که تمام او باربی ها سن بسیار کمی داشتن. شاید تا به حال کسی دقت نکرده باشه، اما اگه شما برید در گوگل سرچ کنین سن هر کدام او کارتون هایی که ما میدیدیم و او باربی هایی که مثلا ما میدیدیم، ما دخترم ماشاءالله باربی رو زیادتر میشناسیم دیگه چون زیادتر دیده بودیم، 15 16 17 18 ساله بود و تمامشان منتظر یک مرد بودن که بیایه مثلا شاهزاده سوار بر اسب سفید نجاتشان بده و در نهایت ازدواج کنن. بله. یک موضوعی که در صفحات مجازی دست به دست میشد این بود که گفته بود به دخترانتان اجازه نتین که بیا یک کارتون سیندرلا را سعی کنه، چون یاد میگیرن که تو در همون سن باید منتظر یک مرد باشی. بله. که یک مرد پولدار باشه و بیاید تو را نجات بده از بدبختی هایت و در نهایت تو ازدواج کنی و تمامش ختم شود به یک ازدواج. بعد جایش بیاین کارتونی مولان را نگاه کنین، شاید بسیاری از دوستان بلد باشن همراهی کارتونی. کارتونی هست که یک دختر جنگجو خودش میره سراغ هدفهایش، خودش میره میجنگه، خودش میره دنبال میکنه هدفش را و در یک جمع مردانه استاد میشه و خودش برای خودش میجنگه. این را به این خاطر گفته که چون وقتی یک کودک یاد میگیره کارتونی رو ببینه، همه قسمی که خانم راحیل هم فرمودن، خب الگو برداری میکنن. خب اوکی، سیندرلا منتظر یک شاهزاده سوار بر اسب سفید بود، من یک دختر هستم پس من هم منتظر یک شاهزاده سوار بر اسب سفید هستم، چی وقت میایه مرا نجات میته یا چی وقت من پولدار میشم. اما وقتی یک دختر میایه کارتونی مولان را میبینه یا کارتونی های شبیه مولان را میبینه، یاد میگیره که بیا پس من برای خودم میجنگم، برای اهدافم میجنگم و در یک جامعه مردانه میجنگم. اگه قرار باشه خانم راحیلی یک کارتونی را همیشه ببینین، حالا حرف ازش شد بیاین ایره ببینیم یا ایره نبینیم، اگه قرار باشه یک کارتونی را همیشه ببینیم، انتخاب میکنی چه کارتونی باشه؟ ما انتخاب میکنم که کارتونهای باشه که مثلا ما آموزشی باشه. مثلا ما فعلا میخوایم که کارتونی ببینم که دو لسانها را یاد بگیرم، بیشتر تاکیدم بر این خواهد بود. اتو کارتون مشخصی هم بوده تا به حال که شما رو بیشتر دیده باشین؟ بله، موش پشک تام انجیری میگن. تام انجیری او خب بسیار معروف است دیگه، مشهور است. بله. همیال هم که پلی شوه یک مرد یا خانم 60 ساله هم که باشه حتما سریش میکنه. و یکی از عوامل بسیار تاثیرگذار و مهم در یک بالای رفتار کودک تاثیر میکنه کارتون ها است. دقیقا. چون اطفال که هستن مثل لوح سفید هستن، آماده و ظرفیت زیر دارن که هرچی رو میبینن او رو بپذیرن. و می شخصیت هایی که در کارتون شما گفتین، مثلا باربی رو وقتی که میبینن خود تجسم میکنن به باربی، در حالی که تخیلی است
بله. واقعیت نداره، اما کودک که درک نمیکنه که چی واقعیت است، چی تخیلی است. پس در این مورد روانشناسا گفته که وقتی که اطفالتان کارتونی میبینه، کوشش کنید که شما هم همراهشان بشینین و در مورد ای که آیا کدام بخشی کارتون واقعیت داره و کدام بخشی کارتون واقعیت نداره، تخیلی است، همراهشان صحبت کنین. مثلا یکی از اثرات منفی که مردن بوتیره برتان، فقط یک مثال میزنم، او پرش میکنه از یک بلند منزل به بلند منزل دیگر، از یک بلندی به بلندی دیگر. اگر کودک این فیلم کارتونی را تماشا کنه، درک از این نداشته باشه که او تخیلی کار انجام میده، فرض به این که اگر در یک بلندی باشه، شاید خود پرت کنه. به یکی من هم میتونم مثل زو قهرمان باشم، چون در جز تصور کرده خودش. پس این میتونه که یکی از اثرات منفی را داشته بله. باشه. تشکر میکنم خانم راحیل. در رابطه با این من فقط کوتاه اشاره میکنم که اتفاق واقعی افتاده بود. یکی از کودکایی که من نمیفهمم دقیقا از کدام کشور بود، گذاشته بود که عنکبوت نیش بزنیشه و در نهایت مسموم شده بود و اگر اشتباه نکنم فکر کنم فوت هم کرده بود متاسفانه. خب بله دیگه، تاثیراتی هست که کارتون روی روح روان کودک میمونند. تشکر از اینکه تشریف آوردین و سلامت باشین. سلامت باشین. قربانتان. دوستای عزیز فعلا هم یک وقفه داریم، دوباره برمیگردیم، برنامه امشب ادامه داره. دوباره خوش آمدین بیننده های عزیز، در بخش گزارش هستیم و رامی جان اسلمی مثل همیشه رفتن برای تهیه گزارش، البته رفته بودن امروز، و ببینیم که مردم عام یا شهروندان ما در مورد کارتونی نظرشون چی است و بزرگ سالان ما هنوز هم کارتونی میبینن یا نمیبینن. عزیزان در این قسمت از برنامه به سطح شهر آمدم و میخوایم از هموطنهای ما بپرسیم که چقدر به کارتون دیدن وقت میگذارن؟ آیا کارتون دیدن فقط به اطفال است یا بزرگسالان هم میتونن ببینن؟ جواب ها رو با هم میشنویم. سلام، وقتتون بخیر. سلام علیکم، خوب است؟ خدا معرفی میکنین با ما؟ فهیم محمد هستم از کارتینال. نام من حضرت امین هستم. اسمم شریف الله است، باشنده ولایت کابل میباشم. اسم عثمان. اسم مراتب است، مؤسل هستم، یکی از باشندگان شهر کابل. نام من مسعود است. در زندگیتان وقت میمانین به خاطر دیدن کارتونی یا نه؟ خودم مشغول کاروبار میباشیم و توصیه ما به اطفال ما هم است که کارتونی ببینن، یک چیز خوب بیاموزن از کارتونی. مثلا میتونه انسان از کارتونی استفاده مثبت هم داشته باشه، یگان کلمات هم میشه که زود تکده اطفال از ای که به زبان ما بفهمه از کارتونی زود میفهمه. بله سیب کارتون میبینیم. بله ها، کارتونی میبینیم بعضی اوقات. آن پیش میدیدم، مصروف ها میشدم، یگان چیزا رو میاد از پیشی گرفتم، ساعت ما هم چیز ناچیز تیر بیشد. بعضی اوقات میبینم بله ها. بله سعی میکنم، خودم هم سعی میکنم، بیادرکای ما هم سعی میکنم، کلیم ها سعی میکنیم، با سوک فو خانم میشیم کلیم ها سعی میکنیم. چقدر بیشتر میتونه کارتون ها پیام زودتر برسانه به مخاطبینش نظر به فیلم ها و پیام های تصویری؟ کارتونی از دید ما که هست بسیار یک چیز خوب است و نظر در فیلم زودتر هم پیامی که داره به مردم میرسانه و وقتی که همین اطفال میخواه که کارتون ببینه، نباید خانواده های آنها وار مانع کنه. بله 100% میتونه، به خاطر از اینکه فیلم هم خوب است که مردم ببینه، و کارتون هم خوب است، مردم ها خوش میسازه، لیکن ما خودم شخصا مرا خیلی خوش میسازه که میبینیم. خوب ما بیشتر چون جوان هستیم و مؤثر هستیم، بیشتر به خاطر پیام مثبت میگیریم. میتونم به اطفال بیخی خوب است، ساعتشون تیر میشه، از شوخی چیزا هم مبراین ساعتشون تیر میشه، خوب است. فکر میکنم که ده برابر زیاد از این که ما خود ما بگیم میشه، اونا از تلویزیون از کارتونی بردارن امون موضوعات. کارتون دیدن فقط به اطفال است یا بزرگ سالان میتونن کارتون ببینن؟ نخیر، میتونن بزرگ سالان ببینن و از او یگان پیام های مثبت بگیرن. 100% بسیار خوب است، به خاطر روحیشان که همی یکم ذرا گفای خنددار میاره و همی چیزی خنددار باشم باید خوش کن آدم خوش بشه. نخیر نه، کارتون اصلا این قسم نیست که تنها اطفال ببینن، چون کارتونی که هست بعضی کارتونی هستن بسیار که جنبه مثبت میتبادم، پس آدم کوشش کنه ببینه چی بزرگ چی کوچک. افلاکایتون چند ساعت در روز کارتون میبینه؟ روز یک ساعت، روز یک ساعت
برش اختصاص میتیم که فقط کارتون چیزای خوب از کارتونی بیاموزه. دروغ چی بگویم، در میار افتا که نشر میشه ما میبینیم دیگره که منتظری همی میباشیم. امی طلو تلویزیون ساعت 5 بجا میباشن و ما تپلای ما خوش میباشن، ما خوش هستیم امرشن. کدام کارتونی ها رو بیشتر خوش داری؟ یک چند نمونهش بر ما بود. همون کارتونی های مشبشک هست و مردان قهرمان اسپایدرمن و دیگه بدمن، این کارتونی ها رو میبینم. فعلا نمی یک دنه رو خواهد دارم، همی بوبا هست اما نمی بوبا که تلویزیون طلو نشر میکنم. کارتونی موش و پشک و همچنان اژدها سواران بیشتر میبینم. کارتونی موش و پشک هست که بسیار خوش دارم، دیگه بنتین خوش دارم. کارتونی تام انجری بسیار خوبیش بود و دیگه کارتونی پاپای. کدام وقت شده از خاطر از یک زیاد کارتونی سیر کرده باشی، درس نخوانده باشی، از پدر مادر لط خورده باشی؟ نه خیر. بله یا تخمیش بعضی اوقات ریموده فوت میکردن و بعضی اوقات مانع میشدن که کارتونی نبین زیاد درس بخوان. کدام وقت خور شده این سر اطفالتان به خاطر از یک کارتون زیاد سیر کرده باشه، از درس افتاده باشه؟ یگان وقت کار میشیم که اگر درس مصروف میباشه ما میگیم که درس چی کنی ببین نوشته کنی، بعد از اون شما کارتون سر میگه وقت میرس پیش شما. نو به خاطر از این باز اطفال چیز نمیگیم، بلکه همی یک ساعت یا نیم ساعت تیر رو نو باز اطفال هم ببینم ما کچن یک جشتر میباشیم. بعضی اوقات میباشد که وقت در وقت استراحت اگر بگوین که ما خو خسته میباشیم باید استراحت کنیم، اونا طفل هستن نمیفهمن بعضی اوقات، باید در غیر از اون روزمره کدام مشکل خاصی نیست ببینن یک چیز میاموزن. نخر نیت خودم به بعضی از پروگرام های کارتونی را برشون میم بیا میم لاله خوردم بیا که ما به تیه که می وقت کارتونی را تعیین کردیم ببین. دوباره خوش آمدین و تشکر از حمایت کننده برنامه ما. اگر میخواین ذهن هوشمند، فکر توانمند و زندگی سعادتمند داشته باشین، پس انرژی قوی و صحی و نفیس پارتی را از یاد نبرین. به هر حالش دیدیم که شهروندان ما هم در رابطه با کارتونی نظرات مختلفی داشتن و جالبی هست که ما هیچ وقت به کودک درون ما توجه نمیکنیم. فرق نمیکنه من 30 ساله هستم یا 60 ساله، هنوز در درون ما یک کودکی وجود داره که نیاز هست شاد باشه، بخنده، شوخی کنه، کارتون ببینه. بعضی وقتا ما میبینیم یک کارتونی که پلی میشه در تلویزیون تمام کودکان نشسته است، اما خب بزرگای خانواده هم ناخودآگاه میبینن و ازش لذت میبرن و اگر یک نفر دیگه متوجه شوه میگه سن و سالت ببین کارتون سیر کردن تا ببین. خب کارتون فهم مشخصات برای یک کودک ساخته نمیشه. سازنده کارتون تنها به ذهن یک کودک فکر نمیکنه، به ذهن تمام اقشاری که او کارتون را قرار هست ببینه فکر میکنه و این از یاد نبرین، کارتون برای همه هست و اگر میخواین لذت ببرین حتما کارتون ببینین، انیمیشن ببینین. هر کسی هم که گفت سن سالت به کارتون سر کنن تبیبی یک لبخند بزنین و به کارتون سر کنن ادامه بدین. وقفه. اگر میخواید ذهن هوشمند، فکر توانمند و زندگی صحتمند داشته باشید، پس انرژی قوی، صحی و نفیس پارتی را از یاد نبرید. سپاسگزار هستم از انرژی پارتی از اینکه حمایت میکنه برنامه امشب را و سپاسگزار هستم از شما که تا ایدم همراه ما بودین. برنامه هم کم کم به پایان میرسه. یلدا جان، از بیننده ما میخواییم که همیشه کارتون ببینن، در قصه از این نشن که چند ساله هستن. بله بله، امیدوار هستم همیشه لبخند بر روی لبهایتان باشه عزیزان. با ما و رامین جان هم ناگزیر از خدمت شما مرخص شدیم، اما کمدی آبجان و سخنور صاحب هنوز باقی است. امیدوار هستم از این بخش برنامه ما هم لذت ببرین. تا فردا شب علی یار و مددگارتان، بر لبانتان همیشه لبخند جاری. خدا نگهدارتان. خوب در جان استاد قن، امی خودت که از یخن ما گرفتی همین در پشت خانه ما آمدی که معلم صاحب چرا ما را ناکام ساختی، دیگه کارت نباید که لوچکا را در دم روی ما استاد کردی. امروز ما یک کار میکنیم سیستا، بی عرض ما را گوش کن. سیست استاز خوب است، خوب گپ است، مگر استاز یک گپ بسیار مهم برد بگویم که با کدام سقیل که ما رای داده بودم بازور هم آوردم پشت سرت، خو تو رو نیافتیم. وکیل صاحب یک وکیل بود، تو رو ما رای داده بودم، باز ما گفتم که رای داده بودمش، باز ما پنج رای داده بودیم.
پیدا داده بودیم بازو گفر مشکلی که پیدا کردی برای ما اول بده. خیلی بینیم. باز مشکل ما اینمی بود که ما ناکام مانده بودم پیش تو خانه تان آورده بودم وکیل. نه دیسی خودت من ناکام مانده بودم خو؟ اینا یک کار میکردیم. در روی دیسی خودم تو چی رقم ناکام مانده بودم؟ من ناکام مانده بودم که خودتا ناکام ساختم. نه پیش از اینکه یک امتحان بگیرم اینا رو من یک امتحان از خودت میگیرم. اگر خودت کامیاب شدی هم کامیاب هستی هم به صفت مدیر در هفت مکتب تعینت میکنم، در شش مکتب تعینت میکنم. اینو ما برات میگم. این کدام مضمون است؟ مضمون کارتون. که در مضمونی که خودت ناکام ماندی، خب؟ مضمون کارتون از صنف چند شروع میشه؟ خب خیر باشه، یکم خوب است که گفتی. از صنف چند شروع میشه؟ اول سوال از تو میکنم، خیر است. همین مضمون کارتون در صنف چند است؟ کارتون وقتی که شروع میکنی از صنف اول هم شروع میشه، آیسته آیسته رسامکی رسما رو شروع میکنی، رسمکا میکشی که بعد میرسی به کارتون کلان. که خودت با این کارتون خیلی گپار میتونی. من کلی سوالا را حل کرده بودم استاد، بازون کدام کجا مره نمره دادی صحیح؟ ما سبو خاطر ما هیچ پرچه را خالی نمیتونم هیچ کسی ره. خالو یک استادم آلی من سوال میکنم. سوال کو؟ اینی می چی است؟ اینی یک آدم از در کاسه شروع شیشته اون افتاوه چیز میته قاشق در قاشق میتش شروع شب کو امتر است؟ او قربان چاوم این خارج است به نزدیک دموتاب رسیده که دوربین میبینه افتوه حالا گرفتی گپا این کاسه شروع و ایری است در کاسه شروع ما گفتم در کاسه شروع یک نفر خب این پایین چی است این پایین ها پایین این چیز است ای یاد دارم اینی که است اینی ای چارتراش است خب چارتراش کنر است چارتراش کنر است مردکش اشته چارتراش بگه چه قسم بفروشم خب ای خودت هستی خب ای خودت هستی در سر کلاشینکوف شیشتی که دی دروبین آدم میپالی مرمی میپالی خب شاجورش خوی نیست نه خو اینی چی است ای گلپی از در سرش یک گنجش کشته گلپیز گلپی ای زندگی پرنده در خارج است زندگی پرنده در خارج است که پرنده ها با گل ها زندگی میکنن این چی است دیگه او در زندگی در خارج است از پرنده ها در گل ها زندگی میکنه این ماجرین که رفته یا خو کلشان مادر قندما در چه زندگی میکنن در کام پستان بسیاریش از کارش بیکار نمیشن اولاده خود دیدن میتانن خب توی تو خود خارجی ها رو گفتی این چی است این چیز است کدام چیزی سر چیز اینی سر سطرنج گلفتیده این سطرنج است گلفتیده گلفتیده این سطرنج نیست این گل نیست این زندگی پرنده ها در افغانستان در زندگی ما شماست که در داخل قفس به دنیا میان در داخل قفس چوچه میتن با در داخل قفس میمره در داخل قفس میمره فهمیدی یا نه ای اونو چیز است قفاز ما هستیم اونو میبینی اونو پرنده است سطرنج میبینی اونو گیان کرده است اونو اشکای پرنده است خب سوال آخری اینی چی است این بوبوید نیست بوبوید نیست بوبیم بوبیم اصلا خب بوبوید چقدر خوب بروتا کشیده خب بوبوید است مویش کلان بود ما گفتم بوبوید نیست این گوش که چی میگم نه بوبوی ماست نه مادر کلان تو اینشتین است اینشتین خو اینشتین اینشتین که نیمه برق جور کرده امی ما را که در روشنی شانده نمیشانده نمیشانده در اتاق تو عکسی کی است عکسی بابا کوی مستان این کجا یا کجا زندگی میکنه حالا کجا است فعلا این برق که به ادر قند ما بر ما جور کرده به ادر ما برق گرفت به ادر قند ما گاوی ما برق گرفت این حالا کجا است ما د موری کین خوب چې نه بری ما ای برق جوړ کړه ما خو بیزو برق نه داري چې نه برق په خاطر کې برق په خاطر کې شوای خو ما خو برق نه داري ما څه کړم برق ما څه کړم ما برق یولې پېښه بدر کنه ما برق هم جوړ کړو واځه پای را بدر کې مې زره دغه پای را دغه مې زره دغه پای شته دغه مې زره اے انډرستاند بدر اے بدر ما ته برق جوړ کړې مګر ماس پېښش بهرمان نیست ما بدر کنه ما نه وینمش د تاریکی مې د تیر د تاریکی مې ګمر مش نه وې خو بیا یې کار وکړم ارجو مې نه کوي ته کار ما باش کې نیمه واځي وګورم مې بدر کنه ما برق بر ما جوړ برق صحیح کشف کړي خو بر افغانستان خو کشف نه کړي اله مې له د تاریکی مې انډرستاند څه کو برق جوړ کړي بر ما جوړ نه کړي
اینشتین فا بیدی چی گفت؟ ما بی برق هستیم اندوستان، تو برق به واقعیت صحیح است، کوشش کردی برق کشف کردی، خو خیر باشه خیر باشه، برو تو ما میفهمم. فا بیدی چی؟ اینشتین میگه برق میه، مگم تو خواستی خو؟ برق میه، هر باری که برق آمده تو خواستی.